سلام همگی، چطورید؟ ویگو پانک مشخص کرد که دوزان دریایی راجر که در لفتیل خندیدن از واقعیت جهان خبر داشتن و کاری نکردن و به کسی چیزی در مورد قرن وید نگفتن، ولی گولدی راجر دلایلی برای این کارش داشت، درست مثل جوی بوی که میتونست تمام اسلحه های باستانی رو نابود کنه ولی کاری کرد که برای نسل های بعدی باقی بمونه. چپتر 1116 با کاوری از یاماتو شروع میشه که داره از اوتسورو دامپلینگ و دارو میگیره و اسم این چپتر جنگه. هرج و مرج بزرگی بین مردم به پا شده و براشون غیر قابل باوره که اسلحه هایی وجود داره که میتونن جهانو غرق کنن. نمیشه باور کرد که جنگی که از 800 سال پیش شروع شده هنوز در جریان باشه، چون امکان نداره کسی از اون موقع زنده مونده باشه. برای چی اصلا باید چنین جنگی به صورت مخفی ادامه داشته باشه؟ که اینجا اودا بهمون ایمو رو نشون میده که تو باغ گلش قدم میزنه و بعد جلوی عکسی بزرگ از لیلی نفرتاری میره و با عصبانیت ویگوپانک رو صدا میزنه. ما بارها ایمو رو با عکس ویوی دیدیم و هر طوری که شده میخواد بگیرتش. میگید سینا، رابطه ویوی با ایمو و لیلی چیه؟ خب 800 سال پیش ملکه آراباستا لیلی جزوی از 20 پادشاهی بود، اما برعکس بقیه پادشاه‌ها به مریجوان نرفت تا اژدهای آسمانی بشه، بلکه از 20 پادشاهی بیرون اومد و با پخش کردن پونگلیف‌ها در جهان رازهای دولت جهانی رو لو داد و خواست به کشورش آراباستا برگرده، اما تو راه برگشتنش ناپدید شد. با توجه به علاقه ایمو به لیلی میشه به این پی برد که لیلی قرار بود با ایمو ازدواج کنه و نامزده هم بودن، اما با نامه آخری که از لیلی پیدا شد اسم کاملش رو نفرتاری دی لیلی نوشته بود. وقتی ایمو این موضوع رو تو چپتر 1085 از کبرا شنید به شدت عصبانی شد، چون به نظر میاد عشق زندگیش یا کسی که براش مهم بوده ازش دزدیده شده، و کسی که باعث و بانی این موضوع جوی بویه. کسایی که حرف دی تو اسمشونه میخوان بدون توجه به عواقبی که در انتظارشونه آزاد زندگی کنن. لیلی نمیخواست با ایمو باشه و میخواست آزادانه زندگی کنه و همسر جوی بو شده که اولین دزد دریایی جهانه. یعنی لیلی هم با فرار با یه مرد دیگه دل ایمو رو شکوند و هم با پخش کردن پونگلیفا خواسته جلوی نقشه های دولت جهانی رو بگیره. میگید سینا، مگه ایمو زن نیست؟ چون ما همش تو جاهای لطیف و گل میبینیمش. خیلی ها هم میگن که شاید ایمو خود لیلی باشه. خب بچه ها، اسم کامل ایمو نرونا ایمو هستش، پس لیلی نیست. ولی برای شکلی که خیلی ها فکر میکنن بیشتر زنانه است، تئوری وجود داره. ایمو اونقدر لیلی رو دوست داشته که به داخل بدنش رفته و داره توش زندگی میکنه و با این کار دو شخصیتی شده. مثلا در حالی که بیرحمه، روحیه لطیف هم داره. خلاصه تو آراباستا ایگارام و کارو رو میبینیم که از گم شدن ویوی خیلی ناراحتن، در حالی که گارد سلطنتی آراباستا برای پادشاه کبرا بزرگداشت گرفتن و چاکو و پل هم اونجان. استلا از صمیم قلبش قبل اینکه به یه چیز بزرگ اعتراف کنه معذرت میخواد. هدفش این بوده که منبع انرژی درست کنه که باعث پیشرفت جامعه بشه، و با اینکه کارش نیمه تمام مونده ولی با تحقیقات شعله مادر رو اختراع کرده که از قدرتش میشه استفاده های زیادی کرد. از این رو مطمئنه که یه روزی انرژی تموم نشدنی ازش گرفته میشه و میتونه باعث بشه تمام جهان تو فراوانی انرژی زندگی کنن. مردم از شنیدن این خبر خوشحال میشن، اما دکتر آخر دلیل این که ازشون معذرت خواهی کرد و میگه قسمت کوچیکی از شعله مادر برای یه کار وحشتناکی دزدیده شد و دکتر به صورت کامل مسئولیتش رو قبول میکنه. اینجا سربازای نیروی دریایی وقتی میرن اعضای سایفر پولو نجات بدن، میبینن که همشون روی زمین له شدن و دور ورشون رو آتیش فرا گرفته. بعد اینکه سنت ناسجورو لب و فیزو از وسط برید، استوسی از ادیسون میپرسه که چه خبر شده. ادیسون که خودش ترسیده جواب میده که زیرزمین گوشدارن همراه با تمام زندانی های سایفر پول سقوط کرده، برای همین دیگه نمیتونه برای کلاهسیری یا ابر درست کنه. استوسی این موضوع براش غیر قابل باوره، اما ادیسون بهش یادآوری میکنه که کار یکی از گروسه‌ای هستش و داره به طرفش میره، برای همین باید سریع از اونجا فرار کنه. استوسی با ناراحتی سرشو پایین میاره و از ادیسون میپرسه که میتونه بذاره کاکو بره، چون نمیخواد که کاکو تو عواقب این جنگ صدمه ببینه، و به ادیسون اطمینان میده که نمیذاره کاکو دنبال کلاهسیریا بره و فکرم نمیکنه که تو این شرایط دنبالشون رفتن تو اولویتش باشه. ادیسون از این درخواست تعجب میکنه و از اینکه تو این شرایط قرارش داده معذرت میخواد. از اونجایی که نمیدونست که استوسی با اعضای سایفر پول زیرو رفیقه، باعث شد بهشون خیانت کنه و
ازش بابتش معذرت میخواد. با اینکه استوسی نمیدونست که طرف کی رو بگیره، تصمیم گرفت که به کلاهسیریا کمک کنه. این نشانی از انسان بودنشه، میتونه هر کاری که میخواد بکنه ولی فقط زنده بمونه. استوسی هم با چشمای اشکالود میگه که باشه، در حالی که جیران، آهیرا و مودا از ارتش انقلابی دارن با استرس به حرفای دکتر گوش میکنن. دگاپانک میگه که 2 هفته بعد از اینکه قطعی از شعله مادر دزدیده شد، نوری شدید بالای پادشاهی لولوسیا دیده شد. چند وقت بعد خبر از بین رفتن عجیب و غریب لولوسیا بدون هیچ ردی بهش رسید. بعد از مدتی هم تجهیزاتش زلزله‌ای بزرگی رو ردیابی کردن. این حرف ممکنه به خاطر غرور دانشمند بودنش باشه، ولی مطمئنه که فقط شعله مادر میتونه انرژی لازمو برای ایجاد چنین فاجعه‌ای تامین کنه. معاون دریا سالار کمیل از شنیدن این حرف شوکه میشه و باورش نمیشه که اسلحه باستانی لولوسیا رو نابود کرده. مودا هم با گریه کردن میگه که چرا باید کسی چنین بلایی رو سر لولوسیا بیاره. یادآوری کنم که دلیل اینکه دولت جهانی لولوسیا رو از بین برد برای این بود که علیه دولت جهانی انقلاب کرده بودن و سابو رو که ایمو رو دیده بود با آغوش باز پذیرفته بودن. هر کسی که ایمو رو دیده باشه باید بمیره و برای همین کل لولوسیا رو از نقشه محو کردن. پادشاه ایزابلو دستور میده که خبر از بین رفتن لولوسیا رو تایید کنن، چون تا حالا چنین چیزی رو نشنیده بودن. دکتر وگاپانک با گذاشتن سرش روی زمین قبول میکنه که اختراعش باعث شد که دولت جهانی از اسلحه باستانیش که به احتمال زیاد اورانوسه استفاده کنه. با اینکه در لحظه ضبط این پیام نمیدونه که هدف دولت جهانی از این کار چی بوده، اما خودشو باعث و بانی این کشتار بزرگ میدونه و نمیدونه که چطوری نشون بده که چقدر از شرکت داشتن تو این فاجعه پشیمونه و واقعا معذرت میخواد. ولی با همه اینها تئوریش درست از آب در میاد و فاجعه بزرگی که جهانو غرق کرده دست ساز بشر بوده. مردم جزیره کاراکوری که زادگاه وگاپانک میگن که تقصیر وگاپانک نبوده. تو وانو مومونوسکه بلند اسم پلوتون رو فریاد میزنه. پلوتون یکی از اسلحه های باستانیه. این اسلحه باستانی کشتی جنگی بزرگیه که مشهور به بدترین کشتی جنگی جهان. قدرت این کشتی اونقدر زیاد و وحشتناکه که با یک شلیک میتونه جزیره ها رو نابود کنه و الان در زیر کوه فوجی در وانو قرار داره. کروکودیل که از وجود پلوتون خبر داره، این خبر براش جالبه. دکتر ادامه میده که 3 اسلحه باستانی وجود داره و جوی بوی کاری کرده که این اسلحه های باستانی به دست نسل های بعدی برسه. ولی سوال اینجاست، مگه دنیا به اندازه کافی غرق نشده؟ پس چرا جوی بوی این اسلحه ها رو نابود نکرده؟ از این رو نمیشه خوب و بد بودن جوی بوی رو تایید کرد. بچه‌ها، به نظر من جوی بوی قصد بدی از این کارها نداشته. برای نمونه شیراهوشی که یکی از سلاح‌های باستانی به نام پسایدنه، به بودنش برای حرکت دادن کشتی نوح نیازه، چون میتونه به پادشاه‌های دریا دستور بده که کشتی رو تکون بدن. به خاطر همین جوی بوی پلوتون و اورانوس هم برای کمک به مردم در آینده از بین نبرده. در حالی که سنگوکو داره از استرس به شدت میلونبونه، دکتر میگه که دارن به جواب این سوال که هدف این اسلحه‌های باستانی چیه میرسن. از این رو این حرفاشو پیام خطری برای خودشون بدونن. وقتی زمانش فرا برسه، همه از مفهوم جهان غرق شده خواهند ترسید. البته نیازی نیست منتظر بمونن، چون همین الان هم مردم ترسیدن. بقایای قرن وید هنوز یک معماه، ولی کسایی هستن که از تمام اتفاقات که تو این قرن افتاده با خبرن. میریم به مرکز فرماندهی نیروی دریایی که آکاینو از روی عصبانیت به شدت سیگار کشیده و داغ کرده. خیلی ها شاید فکر کنن که از دست وگاپانک عصبانیه، ولی نه بچه ها، آکاینو از دست دولت جهانی عصبانیه که اونقدر بهشون اعتماد نداشته تا واقعیت ها رو بهشون بگه. برای همینه که اینجا میخواد بدونه که وگاپانک همه رازها رو میگه یا نه. منظور اصطلاح از کسایی که تمام رازهای قرن ویدو میدونن، تمام اعضای خدمه پادشاه دزدان دریایی گلدی راجره. سربازای نیروی دریایی از شنیدن این خبر شاخ در میارن و اینجا کروکس رو میبینیم که عضوی از خدمه دزدان دریایی راجر بوده. مردم از اینکه دزدان دریایی از این رازهای بزرگ مثل اسلحه های باستانی خبر دارن عصبانی و ناراحت میشن، چون فکر میکنن که دزدان دریایی آدم های خوبی نیستن. اینجا میرسیم به بدترین وگاپانک ها، یعنی وگاپانک یورک، که با طمعش باعث شد یک سرزمین نابود بشه. یورک از اینکه اصطلاح از دزدیش از شعله مادر خبر داشته شوکه میشه، چون وقتی داشته این کارو میکرده وصل بودن مغزشو به بقیه
وگوپانکا قطع کرده. یورک میدونه که استلا نمیتونه دروغ بگه و بازیگر خوبی نیست، ولی وقتی فهمید که نابودی لولوسیا کار یورک بوده واقعا شوکه شد. بچه‌ها یورک واقعا خنگ‌ترین بین بقیه وگوپانکاست. دکتر وگوپانک گولش زده بود که نمیتونه دروغ بگه و فیلم بازی کنه. یورک به شدت عصبانی میشه و به این پی میبره که استلا از قبل از اهداف دولت جهانی خبر داشته و برای همین تونسته حلزون پخش جهانی رو مخفی کنه. خب عزیز، حتی کشته شدن شاکا هم به دست تو جزوی از نقشش بود. فقط اینجا رو ببینید که چطور سنت مارس با شکل کرمیش تمام اعضای سایفرپولو میخوره. و اینجا یورک با فریاد زدن به تمام گروسه خبر میده که حلزون تصویری در طبقه فابریو داخل جاینت آهنی قرار داره. بله بچه‌ها، تئوری هامون درست از آب در اومد و حلزون واقعا داخل رفیق قدیمی جوی بویه. اولین باری که وگاپانک رو تو داستان دیدیم داشت این حلزون رو داخل این قول آهنی میذاشت و وقتی توش گیر کرد لوفی نجاتش داد. یعنی از اون موقع همه چی رو آماده کرده بود و تو چپتر بعد قرار جنگی بزرگ بین گروسه و جاینت آهنی که به مرجو حمله کرده بود و ببینیم. حالا اینجا دکتر میره تا آبروی دوزان دریایی راجر رو ببره. استلا میگه که مطمئنه که راجر و خدمش همه چی رو در مورد تاریخ گم شده میدونستن، پس برای چی به هیچ کس در موردش نگفتن و ناپدید شدن؟ برای چی جلوی دولت جهانی نموندن؟ و الان توی اینترنت میتونیم خیلی از جوکارا ببینیم که گلدی راجر با فهمیدن واقعیت قرن وید که میلیون ها نفر قتل عام شدن شروع به خنده کرده. خب بچه‌ها، ما نمیتونیم دلیل خنده راجر در لفته لو چنین چیزی بدونیم. شاید اصلا از روی ناامیدی خندیده، ولی چیزی که من میتونم بگم اینه که راجر چندین سال زودتر به لفته رسیده بود و گم و گم و نومی نداشت و به خاطر مریضیش فقط چند سالی عمر میکرد. شیر و هوشی که پسایدن باشه هنوز دنیا نیامده بود یا هنوز بچه بود، و حتی اگه واقعیت رو به مردم جهان میگفت و جنگشو با دولت جهانی شروع میکرد نمیتونست جنگو ببره. برای همین همه چی رو برای نسل بعد آماده کرد تا دوزان دریایی جوانتر خودشون به واقعیت پی ببرن. و ریلی هم این موضوع رو تایید میکنه. وقتی میریم به جایی که ریلی اونقدر نوشیده که مست شده، همسر شاکویاکی بهش میگه که تا حالا ندیده بود اینقدر مست کنه. ریلی جواب میده که درست مثل وگاپانکی که داره این همه حرف میزنه پیر و بیخود شده، و به صورت خیلی جالبی به وگاپانک میگه بیشور نباش و اینو از جوونا نگیر، این هیجان برای اوناست و باید بهش برسن، مگه نه راجر؟ خب با این حرفا کاملا مشخصه که راجر هدفش این بود که نسل جوون با دولت جهانی طرف بشه و به رازهای جهان پی ببره. میگه سینا میلیون ها نفر مردن ولی اینا دنبال هیجانن. خب بچه ها، اسمشون روشه دوزان دریایی، نه نجات دهنده مردم. لوفیه که بینشون خیلی خوب در اومده. نظر شما در مورد این چپتر و پار راجر چیه؟ توی کامنت ها بگید و روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش. و دوستتون دارم و شما رو توی ویدیوی بعدی خواهم دید. آیدو گنگ بدرود.